عملیات جستجوی اجساد قربانیان کشتی کره جنوبی پنج روز پس از غرق شدن آن همچنان ادامه دارد. آخرین آمار تلفات این حادثه از کشته شدن 87 نفر و ناپدید شدن 215 نفر از 476 سرنشین این کشتی حکایت دارد که اکثر آنها دانش آموزان دبیرستانی بودند. پلیس کره جنوبی علاوه بر بازداشت کاپیتان این کشتی و دو تن از همکارانش در روز شنبه از بازداشت چهار خدمه دیگر آن خبر داد به نظر نمی رسد که عذرخواهی کاپیتان این کشتی از اتهام او که تأخیر در تصمیم گیری برای تخلیه مسافران و ترک کشتی قبل از مسافران است بکاهد صحبت های ضبط شده خدمه کشتی از وحشت زدگی و عدم توانایی آنها برای تصمیم گیری حکایت دارد خانواده های قربانیان دولت کره جنوبی را به سهل انگاری و تأخیر در امدادرسانی متهم می